همکارم شاهد علوی همراه من اینجا در استودیوس بیشتر بپردازیم به اخبار مربوط به مرگ حسن ایرلو. شاهد، اخبار به شدت زد و نقیص هست. منابع انگلیسی زبان یک چیز رو میگن، منابع عربی یک چیز دیگر میگن، منابع ایرانی هم حالا به اشتباه اخباری رو منتشر کردن، بدتر پاک کردن. از تو یک جزئیاتی ابتدا بشنویم در رابطه با این اخبار زد و نقیزی که وجود داره در رابطه با خبر مرگ سفیر ایران در یمن. ببینید، اون چیزی که به طور رسمی منتشر شده این هست که ایران یک سفیر در نزد حوثی‌های یمن داشته به اسم حسن ایرلو که سابقه حضور در جبهه رو داشته. دو برادرش در جبهه جنگ ایران و عراق چونشون از دست دادن، یکیشون در حد فرمانده تیپ بوده و ایشون هم شخصی بوده که گفته شده از سال 90 دست کم با وزارت خارجه همکاری می‌کرده، از سال 2015 6 سال قبل اصلا مسئول در واقع ارشد یمن بوده در وزارت خارجه و بعد هم در سال 99 در واقع سال گذشته به طور مخفیانه به یمن اعزام شد مهر ماه 99 و آبان ماه تصاویری منتشر شد که تقدیم استوارنامش بود به مسئول سیاسی حوثی ها به عنوان سفیر جمهوری اسلامی. و سه روز پیش هم روز شنبه، در واقع چهار روز پیش دیگه، روز چهارشنبه است، گفته شد که ایشون حالش بده و تلاش‌هایی شده برای اینکه چون کرونا داره منتقل بشه. هماهنگی‌هایی با در واقع عربستان صورت گرفته، عمان و عراق واسط شد و در نهایت گفته شد ایشون که حالش به خاطر کرونا بد بوده با یک پرواز عراقی برگشته و دیروز شنبه صبح اعلام شد که ایشون به خاطر کرونا فوت کرده. این خبر رسمی هست، اما اون چه که پشت این خبر رسمی جدا خیلی مهمتر از این خبر هست. ما میدونیم که امریکا سال 2007 اعلام کرد که شخصی که در بمبگذاری در کربلا نقش داشت و 5 سرباز امریکایی کشته شدن، به گفته اونها کسی بوده که به اسم حاج یوسف شناخته می شده و یا به اسم سردار شهلایی در واقع از افسران ارشد سپاه قدس. از اون زمان این اسم برای امریکایی ها اسم مرموزی بود. اون زمان گفته شد، بعضی بررسی ها نشون داد که این شخص از فرماندهان قرارگاه رمضان بوده، از دستیاران نزدیک قاسم سلیمانی بوده، اما عملا هیچ ردی و اسمی ازش نبود. به یک تعبیری میشه گفت که شهلایی سپاه قدس مثل فخری زاده در واقع انرژی هسته‌ای بود که اسمی براش طرح شده بود، اما تصویری ازش نبود، جایی سابقه‌ای براش موجود نبود. الان مشخص شده، نشانه‌هایی وجود داره که میتونه در واقع ناظران رو به این نتیجه برسونه که اون در واقع حسن ایرلو که اسمش ذکر شده به عنوان سفیر ایران و تصویرش منتشر شده، همون سردار شهلایی هست که به عنوان از 2007 به عنوان هدف تعیین شد از طرف امریکا، براش یک جایزه 15 میلیون دلاری تعیین شد. از در واقع سال 90 هم به خاطر اتهامی که بهش وارد شد که گویا نقش داشته در طراحی برای ترور سفیر عربستان در امریکا تحت تعقیب بوده، در لیست تحریم‌های کانادا تا دی اروپا بود. من لازم اینا رو اضافه بکنم اینجا اگر وقتم محدوده، این هست که نشانه ها این بود، این باید بهش اشاره بشه. یکی این که یک اکانت توییتر به اسم علی فاضل که به عنوان یکی از اکانت های نزدیک به حوثی ها شناخته میشه، همون روز شنبه که ایران میگفت سفیر ما در یمن بیماره و تلاش میکنیم ایشونو بیاریم، ایشون عملا در واقع نوشت که علی حسن ایرلو رو خیانت شده، نهادهای امنیتی محافظش و عربستانی ها و امریکاییون رو کشتند و عنوان شهید رو بله گفت ایشون شهید شده. غیر از این در واقع نکته‌ای که قابل تأمل هست این هست که من یک لحظه متاسفانه ذهنم رفت، این رو اعلام کردن. در گزارش‌هایی هم منتشر شده بود که در شما اشاره کردید، مثلا وال استریت ژورنال نوشته بود که خیر، عربستانی‌ها گفتن که ایشون اصلا هیچ نشانی از بیماری کرونا نداره، اما به یک معنا این نهادها و جریان‌ها سردرگم شده بودن. نشانه دیگه هم که وجود داره و مهم بهش اشاره بشه این هست که این شخص در واقع سال 99 که ایشون رو به عنوان سفیر فرستادند، یکی از اکانت‌های نزدیک به ارزشی‌ها عکسی از تصویر بازسازی شده شهلایی رو که وزارت خارجه آمریکا منتشر کرد برای جایزه کنار تصویر سفیر گذاشت و نوشت که به مسخره نوشت که اینها دنبال این تصویرن ولی سفیر ما اونجاست، عکسی که با هم تشابه بسیار زیادی داره. این نشانه‌ها در واقع و اینکه حتی تولد ایشون رو متولد سال 37 اعلام کردن، 60 ساله که همون سنی هست که قبلا
برای شهلایی اعلام شده بود. مجموعه این نشانه ها ما رو به اینجا میرسونه که، و البته خیلی شاید اصلا مهمتر در خبر شما هم بود، گزارش خبرگزاری ایرنا بود. ایرنا در یک پاراگراف به روشنی نوشت که این شهید که در عراق نقش مهمی داشته به اسم سردار شهلایی هم شناخته میشده و اشاره کرد به نقش مهمش در عراق برای اون چه گفته اونها بیرون راندن امریکایی ها در موج اول حضور در عراق بود، ولی این پاراگراف بعدن حذف شد و خیلی بعید و دور از ذهن هست که ایرنا چنین اشتباهی رو در واقع مرتکب شده باشه. اون خبر میشه گفت اون خبر درستی بود و حذفش به این معنا بود که ایران نمیخواد بپذیره که در واقع مرموزترین چهره سپاه قدس رو در ایران از دست داده. درسته. خیلی ممنونم همکارم شاهد علوی اینجا من رو در استودیو همراهی می‌کرد.